سلام دوستان، سلام به همه شمایی که به دنبال تغییر، نو شدن و تازگی هستید. ما نباید زندگی رو همونطور که بهمون عرضه میشه دوست داشته باشیم و بهش قانع بشیم. زندگی بدون آزادی پشیزی هم ارزش نداره. پس برای این هدف بزرگ باید بلند شد و تلاش کرد. با امید تحقق همین هدف برنامه امروزمون رو شروع می‌کنیم. درود می‌فرستیم به همه دانشجوهای دانشگاه سیستان و بلوچستان که برای بیان مشکلاتشون راه اعتراض رو انتخاب کردن. این دانشجوها مدتی هست که به خاطر کیفیت پایین غذا به خصوص در ماه رمضان ناراضی هستن. به همین دلیل هم با چیدن سینی‌های غذا روی زمین و اعتصاب اعتراضشون رو نشون دادن. موضوع فرمان آتش به اختیار خامنه‌ای همچنان داغه. این دستور چند تا معنا داره. اول اینکه مربوط به زمان در هم ریخته‌ای میشه که نظام توان کنترل اوضاع رو نداره و ارتباط با فرماندهی مشکل داره. دوم هم اینکه به نوعی اعلام جنگ به باند رقیب یعنی روحانی بود. در ادامه همین موضوع صالحی معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد رژیم برای ماسمالی کردن قضیه و به قول خودش جلوگیری از هرج و مرج اینطور گفت: اقدام آتش به اختیار در کلام و منطق رهبری یعنی فعالیت‌های فرهنگی خودجوش غیر دستوری اما در چارچوب قانون و اخلاق، از این واژه چماق نسازیم. به قول معروف این هنوز از نتایج سحر است و این موضوع به جنگ و دعواهای بین دو بان دامن میزنه و شعله‌ورترش میکنه. مسئولش هم چیزی نیست جز ریزش‌های بیشتر، هرج و مرج و تضعیف نظام در تمامیتش. حتما شما هم تا یکی دو روز اخیر با این عکس خنده‌دار در فضای مجازی مواجه شدید. صحنه رونمایی لباس جدید پرستارها در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان. مشخصه که طراحای این لباس هیچ فهم و درکی از ضرورت رنگ سفید لباس پرستارها و پزشکا ندارن و اینجا رو هم به صحنه‌ای برای جولان افکار عصر حجری خودشون تبدیل کردن. این موضوع قبل از اینکه جدی گرفته بشه بیشتر دستمایه مطالب طنز و خنده‌دار زیادی توی فضای مجازی شده. اما برای اینکه بهتر عمق اوضاع در هم ریخته و هردنبیل نظام رو درک کنین، خوبه که واکنش منفی معاون پرستاری وزارت بهداشت رو هم نسبت به این طرح بشنویم که گفته: تصمیم مذکور در سطح وزارت بهداشت به هیچ عنوان مورد تایید نیست و توصیه می شود که از این گونه تصمیمات شخصی و سلیقه‌ای در مسائلی با ابعاد کشوری پرهیز شود. روزگاری زاینده رود رو به نام زنده رود می شناختم. اما متاسفانه از صدقه سر آخوندها توی پروژه نابودسازی ملتزیست ایران این رود هم به بقیه دریاچه ها و رودهای خشک شده پیوست. دوباره بحث بستن زاینده رود شروع شده و موضوعش بالا گرفته. به همین دلیل هم عده‌ای از جوانها و مردم اصفهان با ستاره باران زاینده رود اعتراضشون رو به این موضوع نشون دادن. با هم دیگه فیلمی که به دستمون رسیده رو میبینیم. ببندید آبا ببندید. آبا. Hello.